سلام دوستان، شهریار هستم و یه برنامه دیگه از پارسی تیوی در خدمتتونیم. در این برنامه از پارسی تیوی به بازیگرانی که در ادامه ی سریال عاشقانه یعنی سریال گیسو از سریال حذف شدن پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید زنگوله کنارشو بزنید. ماجرای تولید فصل‌های متعدد برای سریال‌های محبوب اتفاق تازه‌ای نیست. ادامه ی حیات سریال‌ها مستقیماً به استقبال مردم بستگی داره و طبیعیه که واکنش مثبت مخاطبان عوامل مجموعه‌های تلویزیونی رو به تولید فصل‌های تازه از این سریال موفق ترغیب کنه. حتی اگر از ابتدا فیلمنامه و برنامه مدونی برای تولید فصل‌های بعدی در کار نباشه. در چنین شرایطی دور هم جمع شدن گروه بازیگران حرف اولو میزنه. تغییر بازیگران در فصول مختلف مجموعه‌های ایرانی هم اتفاق بی سابقه ای نیست. در سالهای دور شخصیت محبوب فولاد مصطفی که با بازی یوسف تیموری در زیر آسمان شهر حسابی جا افتاده بود، با ترفند عجیب طراحی یک سانحه و جراحی پلاستیک بر عهده مجید صالحی گذاشته شد. در شبکه نمایش خانگی اما سریالی که بیشتر از همه دستخوش این تغییرات واقع شد شهرزاد بود. حالا و در روزهایی که شبکه خانگی به پختگی و تجربه مورد انتظار رسیده، سریال جدید گیسو با مشکلات مشابهی روبرو شده و با وجود تغییرات تیم بازیگران شدیداً در تلاش تا به هر ترتیبی که شده لحن عاشقانه رو دوباره به دست بیاره. تردیدی وجود نداره که مهمترین برگ برنده سریال عاشقانه هومن سیدی در مقام بازیگر نقش پیمان بود. شخصیتی که هم خوب نوشته شده بود و هم خصلت‌های جوانپسند فراوانی در فضای فرهنگی جامعه امروز ایران داشت و هم با کیفیت مناسبی از سوی هومن سیدی اجرا می‌شد. اتفاق بزرگ گیسو بازگرداندن سیدی به نقشی که صراحتاً اعلام کرده بود دیگه تمایلی به ایفای اون نداره. در کنار او محمد رضا گلزار نیز وزنگی درخور سریاله که در دهه 90 دو فیلم سینمایی و دو مجموعه خانگی رو با هادی کار کرده و حضورش میتونه مخاطبان زیادی رو جذب گیسو کنه. حسین یاری و مسعود رایگان نیز در همون نقشای قبلی خودشون حاضر شدن تا تیم مردان سریال تقریبا دست نخورده باقی بمونه. برخلاف هنرپیشه های مرد، بازیگران زن سریال عاشقانه شرایط کاملا متفاوتی دارن و ترکیبشون دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده. از این میان فقط ساره بیات به عنوان نقش اول محبوب سریال های منوچهر هادی برای سومین بار در شبکه خانگی با این کارگردان همکاری میکنه. اما مهناز افشار که در مرکز قصه عاشقانه قرار داشت و نقش گیسو رو ایفا میکرد مدتیه که در خارج از ایران سکونت داره و آینده کاری او در حاله ای از ابهام قرار گرفته. البته هنوز رسما خبری مبنی بر ممنوع بودن فعالیت مهناز افشار اعلام نشده و حتی این بازیگر چندی قبل در ارتباط تصویری با یک برنامه اینترنتی حضور داشت تا شایعه ممنوع تصویر بودنش هم تکذیب بشه. با این حال شخصیت اصلی سریال در همین ابتدای کار و به شکلی کاملا فرمایشی کشته شد تا جا برای تغییر بازیگر باز بشه. به نظر میرسه نویسندگان گیسو همون نقشی که برای مهناز افشار در نظر گرفته بودن رو بر عهده شخصیت تازه‌ای به نام کتایون خواهند گذاشت که نقشش رو هانیه توسلی بازی میکنه و ماجرا از این نظر بسیار شبیه به ماجرای حشمت و نصرت در شهرزاده. پانتعا بهرام دیگر هنرمند جدا شده از مجموعه عاشقانه است که در نقش ریحانه یکی از بازیگران مکمل سریال بود. ریحانه هم در همین ابتدای کار بر اثر بیماری فوت کرد تا هم غیبتش در سریال توجیه بشه و همین که زمینه اجرای چند سکانس ملودرام از جنس همون موقعیت‌های مورد علاقه کارگردان دل فراهم بشه. جالب اینه که بهرام نه سوپر استار سینمایی نه دستمزد نامتعارفی داره و نه مشغول پروژه پرزحمت و دشواری شده که بگیم امکان حضورش در گیسو وجود نداشت. بنابراین به نظر میرسه که عوامل سریال میتونستن به جای بسنده کردن به یک پلان ساده از پانتعا بهرام تلاش بیشتری به خرج بدن تا او به سریال برگرده.
چرا که شخصیت ریحانه به نوعی محل تلاقی پیمان یا همون برادرش، رضا یا همون همسرش و پگا دوستش بود و حضورش میتونست پرداخت قصه رو روانتر کنه. چیزی که از رسانه‌های غیر رسمی به گوش میرسه عدم توافق خانم بهرام با تهیه کننده این سریاله که ما اون رو تایید یا تکذیب نمی‌کنیم. علاوه بر این، بهاره کیانفشار هم دیگر بازیگر جدا شده از عاشقانه است که در قسمت دوم یک داستان نامعقول و جلی برای توجیه غیبتش ترتیب داده شد. کیانفشار که در عاشقانه نقش دورسا یا همون همسر پیمان رو بازی می‌کرد، در حالی از جمع بازیگرای گیسو جدا شده که بر اساس اطلاعات ارائه شده در قسمت دوم در خارج از کشور از پیمان طلاق گرفته و با مرد دیگری ازدواج کرده. این در حالیه که همه شخصیت‌های سریال و اقوام درجه یک این زوج نیز درست مثل بینندگان از شنیدن این خبر شوکه میشن. در عوض یک بازیگر زن خارجی جایگزین کیانفشار شده تا فضا رو برای شوخی‌های پیمان فراهم و سریال رو به عرصه بکر تاخت و تاز هومن سیدی در نقش پیمان تبدیل کنه. در مرداد ماه سال گذشته بود که فرزاد فرزین در مصاحبه‌ای با برنامه کافه آپارات از تصمیم خودش برای انصراف از سریال عاشقانه دو خبر داد. فرزین گفت نگران تکرار شدن نقش خودش در سریال عاشقانه به خاطر شباهت اون به بهرام و سریال مانکم بود و وقتی این نگرانی رو با کارگردان کار در میون گذاشت، منوچهر هادی به او گفت که نقشش رو تغییر میده و فرزین رو راضی به بستن قرارداد کرد. اما وقتی فیلمنامه تغییر کرد، فرزین در نهایت تصمیم به انصراف از سریال گیسو گرفت. او در حال حاضر سریال ملکه گدایان رو برای شبکه نمایش خانگی آماده پخش داره. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.